رفتارشناسی مرغ و بلدی؟ تو این کلیپ همراه من باش. سلام دوست عزیز، من توی ویدیو روز قبل در رابطه با بیماری های تغذیه طول یک سری نکات رو باهات به اشتراک گذاشتم. توی این ویدیو قصد دارم رفتارشناسی و حواس پنجگانه مرغ رو با هم تحلیل کنیم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینی لطفاً پست رو سیو کن چون به کارت میاد، و اگرم از اکسپلور میای حتما پیج رو فالو داشته باش چون ما هر روز یک پست آموزشی در اختیارتون قرار میدیم. بینایی جوجه ها میدان دیدی به اندازه 300 تا 330 درجه و دید دو چشمه 26 درجه ای دارند. بینایی یک حس برتر و مهم در اوناست. توانایی پرندگان در تشخیص رنگ ها ژنتیکیه. جوجه یک روزه بیشتر علاقه داره به اشیاء بزرگتر و گاهی به اشیاء متحرک که صداهای یک نواخت تولید میکنن نوک بزنه. انتخاب غذا بر پایه نشانه های دیداری و چشایی بسیار سریع میباشد. بویایی اطلاعات علمی اندکی درباره حس بویایی در پرندگان وجود داره. حس بویایی در پرندگان به خوبی تکامل پیدا نکرده، اما برای نمونه گونه های مانند آکماتروس نیز وجود داره که میتونن بوی گوش رو در 32 کیلومتری خود حس کنن. شنوایی یک حس پیشرفته در جوجه هاست. ارتباط میان پرندگان بیشتر به پای سیگنال هایی به وجود آمده که از حالت بدن و صداها مبتنی است. مرغ ها لاله گوش ندارند، اما توانایی شنوایی بالایی دارند. چشایی مرغ ها نزدیک 350 تا 500 جوانه چشایی را در زبان خود دارند. آنها کم و بیش به شیرینی بی اهمیت هستند، اما میزان گلوکوز بالای 2.5% محلول رو شناسایی می کنند. اونا تا اندازه مزه های اسیدی و قلیه رو میتونن تحمل کنن. مرغ های آبی که دمای اون 5.5 درجه بیشتر از دمای بدن اونها باشه رو استفاده نمی کنن. لامسه نوازش کردن، چرخاندن و بالا و پایین بردن ممکنه مرغ رو برای دوره های زمانی ویژه‌ای از حرکت کردن باز داره. مرغ به محیط پیرامون خود به طور کامل هوشیار بوده و میتونه نسبت به انسان ها با دیگر چیزهایی که اونا رو میترسونن شرطی و ملاحظه کار بشه. امیدوارم که این پست براتون جالب بوده باشه. خوشحال میشم نظراتتون رو برای من کامنت بذارید و با لایکتون به ما انرژی بدید.